سلام، من حسام هستم و امروز قراره که گوشی پوکو X3 Pro رو با هم جعبه گوشی‌های بکنیم. یه گوشی میان رده که برای گیمرها و اونایی که نرم افزارهای سنگین روی گوشیشون اجرا میکنن بسیار گزینه مناسبیه. چیپست خیلی خوبی توی اون قرار داده شده، بنابراین همین جوریش گوشی ارزشمندیه. یه سری رقیب داره مثل گلکسی A51 یا حتی یه مقدار با هزینه بیشتر گلکسی A42 که قراره اون گوشی رو آنباکس بکنم. توی همین رده قیمتی هم میتونید یه نگاهی به Mi 10T Lite و Realme 7 5G بندازید که یه جورایی رقیب این گوشی هم از نظر پردازشی. واقعا این گوشی بسیار عملکرد خیره کننده‌ای داره، مثل همون ورژن قبلیش یعنی پوکو X3 که اون هم بسیار گوشی محبوبی بود. قراره که جای مختلف ویدیو سعی کنم که این دو تا گوشی رو با هم مقایسه بکنم که بهتون دید بده توی این رنج قیمتی بهترین گزینه برای خرید چیه. آدم که میخواد یه سیستم بگیره بیشتر تمرکز میکنه، یعنی اولین قطعه‌ای که مورد نظرش CPU یا پردازنده است. توی گوشی هم مخصوصا برای اونایی که کارهای سنگین میخوان باهاش انجام بدن، چیپست خیلی نقش پررنگی رو بازی میکنه. بنابراین فکر میکنم که این گوشی بسیار مناسب کساییه که دوست دارن باهاش گیمای سنگین رو اجرا بکنن. میتونید این گوشی رو با قیمت 6,500,000 تومان در زمانی که این ویدیو رو رکورد میشه، یعنی خرداد ماه سال 1400 خرید بکنید و بعد دقت بکنید که این گوشی توی مارچ سال 2021 معرفی شد. از طراحی اون شروع میکنم. بدنه و فریمی که کلا از جنس پلاستیک ساخته شده و وزن بالایی که این گوشی داره 215 گرمه و اونایی که دوست دارن گوشی ظریفی داشته باشن وزنش خیلی مناسب باشه اصلا نباید برن سمت همچین گوشی، چون خیلی هم خوش دست نیستش. سمت راست گوشی سنسور اثر انگشت به همراه پاور باتن رو داریم، به همراه دکمه برای کم و زیاد کردن صدا. پایین گوشی پورت USB تایپ C رو داریم، به همراه اسپیکر استریویی که برای این گوشی در نظر گرفته شده، جک 3.5 میلیمتری اگر دوست داشتید که هدفون رو بهش متصل بکنید، یه چراغ LED خیلی ریز همین بالا قرار گرفته به همراه IR بلاستر که میتونید به عنوان ریموت کنترل از این گوشی استفاده بکنید. بالای گوشی سمت چپ گوشی هم که اسلات برای دوتا سیم کارت و یا به جای یکی از اونها یه مموری میکرو SD قرار داده شده که میتونید از اون استفاده بکنید. به صورت پیشفرض 128 یا 256 گیگابایت حافظه ای که میتونید این گوشی رو باش خریداری بکنید. اگر نه بیشتر نیاز داشتید میتونید یه مموری میکرو SD رو بهش اضافه بکنید. باید دقت بکنید که این گوشی با گواهینامه IP53 عرضه شده، بنابراین تا حدودی در مقابل آب و گرد و غبار مقاومه. یه کاور شفاف هم توی جعبه اون وجود داره و باید حواستون باشه که این گوشی به شدت اثر انگشت رو به خودش جذب میکنه، بنابراین بهتره که از همون کاور استفاده بکنید. ماژول دوربین این گوشی هم بیرون زدگی خیلی قابل توجهی از گوشی داره، دقیقا همون حالتی که پوکو X3 داشت و به نظر من خیلی زیبا نیست. میرسم به عملکرد اون و توان پردازش فوق‌العاده‌ای که این گوشی داره. چیپست کوالکام اسنپ دراگون 860 که چیپست 7 نانومتری توی اون قرار داده شده، انواع اقسام گیم ها به راحتی، من آسفالت 9 8 PUBG، کال آف دیوتی همه اینا رو روش تست کردم، خیلی راحت و روون میتونید اونها رو اجرا بکنید روی بالاترین سطح گرافیکی. فقط یه نکته که وجود داره، من توی وبسایت این گوشی میدیدم راجع به سیستم کولینگ این گوشی اشاره شده و داشت پرداخته شده، ولی اونقدری که باید به نظر من دقیق عمل نمیکنه. حداقل تجربه که من داشتم این فرمی بود، موقع گیمینگ یه ذره گوشی گرم میکنه که باید این موضوع رو در نظر بگیرید، اما از نظر اجرای نرم و روون اپلیکیشن ها و گیم های سنگین کاملا میتونید روش حساب باز بکنید. مخصوصا اون اسپیکر استریو هم که اینجا در نظر گرفته شده کمک میکنه که خیلی تجربه جذابی رو راجع به این موضوع داشته باشید. اصلا به نظر من این گوشی گیمینگه و اونایی که توی این بازه قیمتی دنبال بهترین گزینه برای انجام گیمینگ هستن حتما باید یه نگاهی به این گوشی یعنی پوکو X3 Pro بندازن. مقایسهش میکنم با رقبایی که داره پوکو X3 ورژن قبلی همین گوشی که 732G توی اون استفاده شده بود که خب خیلی ضعیف‌تر نسبت به 860، یا حتی گوشی ریلمی 7 5G که مدیاتک دیمنسیتی 800U توی اون گوشی استفاده شده که وقتی بنچمارک های این دو تا چیپست رو با هم مقایسه میکنید محو میکنه دیمنسیتی رو. پس بنابراین عملکرد پردازش این گوشی بسیار نمره بالایی رو به خودش اختصاص میده. این گوشی با اندروید 11 و میوای 12 عرضه میشه. کلا ردپای شیائومی رو میتونید توی این گوشی جای مختلف ببینید. میتونید اون رو با رم 6 یا 8 گیگابایت خرید بکنید بسته بودجهتون، ولی خب پیشنهاد من اون رم بالاتری که کمک میکنه اجرای این اپلیکیشن ها و مخصوصا مولتی تاسکینگ به راحتی روی اون انجام بشه. صفحه نمایش این گوشی از نوع IPS LCD و 6.67 اینچ اندازه اونه، دقیقا همون فرمی که گوشی پوکو X3 بود. تنها تفاوتشون اون لیر محافظ گوریلا گلاسه که توی گوشی پوکو X3 5 بود، ولی توی گوشی پوکو X3 Pro نسخه 6 اون استفاده شده. باید دقت بکنید که رزولوشن این گوشی فول HD، بنابراین بسیار تصویر شارپی رو میتونید از اون داشته باشید و روشنایی اون تا 500 نیت
قابل افزایش توی محیط داخلی قشنگ خیالتون راحت، اما اینکه پا رو از خونه میذارید بیرون جلوی نور آفتاب ممکنه که یه مقدار به مشکل بر بخورید. خب رفرشیت این گوشی 120 هرتزیه، بنابراین چرخیدن توی منوها و وبگردی و این ماجراها بسیار حس لذت بخش رو بهتون میده. با باتری 5160 میلی آمپر ساعتی در نظر گرفته شده، توش هم قشنگ خیالتون راحته که به این زودیا باتریتون تموم نمیشه. اگر تموم شد هم شارژر 33 واتی برای اون در نظر گرفته شده که توی یک ساعت میتونه گوشیتون از 0 تا 100 درصد پر بکنه که به نظر من بسیار عالی. توی گوشی که برای گیمینگ طراحی شده کمترین چیزی که اهمیت داره دوربینه، ولی خب دوربینایی که توی این گوشی وجود داره دوربینای بدی هم نیستن. سنسور سونی رو دارن و نسبت به ورژن قبلی یعنی پوکو X3 که یه رزولوشن 64 مگاپیکسلی داشت، روی کاغذ می‌بینیم که رزولوشن کمتر شده 48 مگاپیکسل، اما عکسایی که میتونید با این گوشی بگیرید دقیقاً مثل همون گوشی پوکو X3 بسیار عکسای خوبین و اونجوری نیستش که چون رزولوشنش کمتر شد عکسای بدی رو بهتون میده. جزئیات خوبی رو میتونید توی تصاویر داشته باشید. یه دوربین اولترا واید 8 مگاپیکسلی رو داریم که بد نیست، کارتون رو را میندازم و خیلی نباید روش حساب باز بکنید. به اضافه یه دوربین ماکرو 2 مگاپیکسلی که میتونید تا یه حدی به سوژه ها نزدیک بشید و عکاسی بکنید، ولی خب عکس‌ها اصلاً کیفیت جالبی رو بهتون نمیدن. میتونید با این گوشی با رزولوشن 4K و سرعت 30 فریم بر ثانیه تصویر برداری بکنید و لرزشگیر الکترونیکی برای اون در نظر گرفته شده کیفیت بدی بهتون نمیده. کلاً UI که برای این گوشی در نظر گرفته شده واقعاً UI خوبه، یعنی بعد از سامسونگ به نظر من پوکو واقعاً UI خیلی خوبی رو داره. میتونید تنظیمات مختلف رو روی عکس یا ویدیو اعمال کنید، یه حالت پرومو داره که هم برای ویدیو و هم برای عکس میتونید پارامترهای مختلف رو تغییر بدید و عکس یا ویدیوتون رو ثبت کنید. یه سری حالت‌های اضافی هم توی اون قسمت مور وجود داره که کمک میکنه خلاقیت بیشتر موقع عکاسی یا تصویربرداری با این گوشی داشته باشید. فقط یه موردی که در مورد این گوشی وجود داره اینه که نایت مودش اونقدری که باید دقیقاً مثل همون گوشی A72 که هفته پیش آنباکس کرده بودم تغییر شگرفی توی عکس اعمال نمی‌کنه و عجیبه وجودی همچین مودی. توی دوربین اولترا واید چرا، ولی توی دوربین اصلی اونقدری که باید نه، و امیدوارم که با آپدیت نرم افزاری موضوع حل بشه. یه دوربین سلفی 20 مگاپیکسلی هم برای اون در نظر گرفته شده که برای گوشی میان رده بد نیست، کارتون را میندازه و میتونه کیفیت قابل قبولی رو ازش داشته باشید. خب در نهایت باید بهتون بگم که این گوشی خوراک گیمراست. برای اونایی که خیلی نرم افزارهای سنگین روی گوشی اجرا میکنن و بدون معطلی و اینکه بخوان بالا پایین بکنن مستقیم پوکو X3 پرو. یه باتری با ظرفیت بسیار بالا هم داره که به این زودی ها باتریش خالی نمیشه و خیلی خبر خوبیه. یه سنسور اثر انگشت هم براش در نظر گرفته شده که بسیار عمل کرده سریع و دقیقی داره، بلافاصله گوشیتون رو آنلاک میکنه و خب خیلی به درد بخوره وجودی همچین سنسور سریع. و اونایی که صفحه نمایش براشون مهمتره، یعنی دوست دارن که صفحه نمایششون سوپر امولد باشه، اولد باشه، خب نه واقعا نباید برن سمت این گوشی. اونایی که دوستن توی محیط خارجی روشنایی گوشیشون بالا باشه، اونایی که عکاسی براشون اولویت داره، نه پیشنهاد میکنم که رقبای این گوشی رو یه نگاهی بهش بندازن، اما نه این دوتا موضوع رو قلم بگیریم، واقعا گوشی خوبی. یه موردی هم هست اینه که شاید بعضیا ساخت پلاستیکی رو دوست نداشته باشن که به نظر من میشه به خاطر چیپست بسیار فوق‌العاده‌ای که تو این گوشی استفاده شده از این موضوع عبور کرد. مرسی که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. اگر این ویدیو رو از طریق پلتفرم یوتیوب تماشا می‌کنید حتما این کانال رو سابسکرایب بکنید، اون زنگوله کناریش رو هم بزنید، بهم بگید که نظر شما راجع به این گوشی چیه و توی این بازه قیمتی به نظر شما با ارزش‌ترین گوشی برای گیمرها کدوم گوشیه. خیلی ممنونم که نظر میدید، کامنت می‌ذارید و امیدوارم که این اتفاق یه روند ادامه‌دار باشه. مرسی.